City Ants. آنها چندین هزار سال قبل از سیریوس بی آمدند. به ساخت بناهای بزرگ نزد انسانها پرداختند. بیشترین کمک را به قوم مایا و مصریان باستان برای ساختن هرمها کردند. قرنهاست که از آنها و رویت آنها گزارشی داده نشده است. تال گریز، خاکستری های بلند قامت. آنها به روی حیات و روی زمین نظارت دارند. به نوعی میتوان آنها را مراقبان سلامت و پزشکان آسمانی نامید. آنها هنوزم به روی انسانها و وضعیت بهداشت آنها تحقیق و از طریق آزمایش انسانهای روبوده شده مطالعه میکنند. خاکستری های کوتاه قامت. آنها نیز به روی حیات و روی زمین نظارت دارند. از همکاران خاکستری های بلند قامت هستند و از طریق روبودن انسانها به آنها جهت مطالعه انسانها کمک می کنند. لیزارد یا خزندگان. به روی حکومت ها و سیاست های آنها نظارت دارند. از خصوصیات های آنها می توان تسلط کامل بر روی دی ان ای خودشان و تغییر چهره اشاره کرد. علاقه‌مند شدید به سیاست هستند. نظریه نظم نوین جهانی متعلق به آنهاست. نوردیک پلیدیانز، فرشتگان آسمانی. پیشرفته ترین گونه فرازمینی با تمدنی پیشرفته، از بهترین و صمیمی‌ترین دوست انسان ها. آنها بسیار عاشق انسان ها هستند. اغلب در سینما و رشته های مربوط به هنر فعالیت دارند. عاشق دیدن عشق بین انسان ها و از دشمنان جنگ و پلیدی هستند. اجداد و پدران ما ایرانی ها بدان ها فریسیته یا فرشته می گفتند. فریسیته به معنای فرستاده شده از آسمان و همان فرشتگان است. به جرأت و با شناخت کامل میگویم آنها بهترین دوست انسان و تمام جانداران هستند. تا قبل از اسلام بیشترین حضور و تعداد را در ایران داشتند و بدین سبب است که اعراب به ایرانیان ولد جن، ولد شیطان میگفتند و هنوز نیز با دیدن آنها آب دهان به روی زمین میاندازند. باور آنها این است که با این کار شیاطین را دور و ثواب اخروی به دست میآورند و وارد یک مکان خیالی به نام بهشت می شوند. به دلایلی که من از آن بی اطلاع هستم، بیشتر گونه ماده و یا خانم های آنها به روی زمین مشاهده می شوند. تولید مثل در بانوان همانند انسان در تمامی فصول سال و در تمامی روزهای سال انجام می پذیرد، ولی در آقایان تنها یک نوبت در سال اسپرم آنها توانایی بارور کردن بانوان را دارد. تمایل جنسی آقایان برعکس انسان بسیار ناچیز و اندک است. مدت زمان بارداری 9 ماه و 20 روز می باشد. بیشتر آنها در دو کشور سوئد و امریکا در حال حاضر ساکن هستند. در ایران در حال حاضر تعداد آنها انگشت شمار است. تلوسیانز، گونه از فرازمینیان که ساکن آتلانتیس بودند. غالب محققین بر این باورند که آنها منقرض شدند، تا اینکه با انتشار عکسی ثابت گشت که هنوز زنده اند. در یک کتاب قدیمی ایرانی نیز داستانی از آنها نقل شده. آرچوریانز، آنها از بوتس به زمین آمدند. میتوان آنها را گارد و محافظ زمین نامید.
از کارهای آنها میتوان به انهدام شهاب سنگ سال 2013 روسیه و ماهواره شوالیه سیاه که متعلق به آنهاست اشاره کرد. Alpha Centurions. آنها از منظومه آلفا سنتوری نخست هزاران سال قبل به روی زمین آمدند. قابلیت کنترل آبها و زیست در اعماق اقیانوسها را دارند. توضیح: با مرمید یا پری دریایی اشتباه این گونه را هرگز نگیرید. برای آشنایی بیشتر می توانید به فیلم ورته مراجعه کنید. لیرنز بیشتر گونه های حیات در کرات دیگر را آنها ساختند. در حدود 20 میلیون سال پیش زمین آمدند و تعداد اندک و انگشت شماری، شاید 10 تن و یا اندکی بیشتر از آنها به روی زمین هنوز باقی مانده. مکان زیست، نوع خوراک، طول عمر، همگی نامعلوم است و جالب است اینکه آنها همه چیز درباره ما می دانند. آنوناکی آنها از نیبیرو آمدند و در محدوده عراق و ایران امروزی قومی به نام سومر را برای استخراج طلا خلق کردند. رپتالیان ها را به عنوان مراقب و نگهبان و شکنجهگر بر آنها گماردند. All reports about UFO and aliens news and Facebook page.